بینندگان عزیز توجه کنید به خبر فوری که از یورش مسلحانه به اشرف به دستمان رسیده توجه فرمایید. از نیمه شب گذشته یورش مسلحانه و شلیک برای قتل عام و گروگانگیری ساکنان اشرف آغاز شده است. شلیک های پیاپی به ساکنان بیدفاع تا ساعت 6 بامداد هنوز ادامه دارد. از تعداد شهیدان و مجروحان اطلاعی در دست نیست. ایالات متحده و سازمان ملل در یک قرارداد 4 جانبه با دولت عراق و ساکنان امنیت آنان را تضمین کرده بودند. ایالات متحده و سازمان ملل باید بلادرنگ دولت عراق را به توقف حمله فرا بخوانند و برای اطلاع از وضعیت در محل حاضر شوند. در ساعت 6 بامداد هیچ اطلاعی از اشرف در دست نیست و ارتباط آن کاملا قطع است. به قرار اطلاع چند گردان در این حمله شرکت دارند که یکی از آنها متعلق به تیپ 36 ارتش عراق است. حالا بگذار هر چه میخوانن علیه ما توطئه بکنن، شلاق و جرثه بکشن، و ما همچنون مانند سید الشهدا فریاد میزنیم: ان کان دین محمد لا یستقیم الا بقتلی فیا طیوب خدینی. اگر دین محمد جز با عبور ما از جاده خون استوار و مستقیم و راست نمیشه، پس ای گلوله ها بگیریدم. دوباره طرح فدا در فلک کشید، خورشید فتح از افق خون او دمی، رگبار سور بر سپر سینه ها نشست، قلب گلول خورده ولی باز می تپید. رفت ماه جمعه خونی اشرفم که بر خروش عرابه های مرگ جان می گرفت، قصه اسطوره جدید سروی که ایستاده به راه قیامت با زیر هجوم خیل تبردار قد کشید. دیگر چگونه گیردش آرامش و قرار، خلقی که دید و قصه توفانشان شنید. دشمن که نعره می زد و می کشت و می دارید، در انعکاس حادثه جز مرگ خود ندید. رفت ماه جمعه خونی اشرفم که بر خروشیدم، میدهن بهای آزادی ای گلوله ها بگیریدم، ای گلوله ها بگیریدم. آن واژه ها که زینت سوگند نامه هاست، در قله حماسه به اثبات میرسید. اینش امید روشن فردای خاوراست، شهری که عطر صدق زهر کوچه اش وزید. دست ماه جمعه